سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته ای که گذشت. در این برنامه نگاهی داریم به سخنان اخیر مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، که هشدار داده حمله به کشتی ایرانی آغازگر جنگ خواهد بود. به نخستین دیدار وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه پس از آغاز بحران اوکراین خواهیم پرداخت و از جمع‌آوری کتاب‌ها در نمایشگاه کتاب تهران خواهیم گفت. در پایان نیز نگاهی داریم بر زندگی محمد علی سپانلو، شاعر نامدار ایرانی که 21 اردیبهشت ماه درگذشت. با ما همراه باشید. مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، خطاب به آمریکا و عربستان سعودی هشدار داد اگر کشتی باری حامل کمک‌های انسان دوستانه ایران که راهی یمن است هدف حمله قرار گیرد، آتش جنگ در منطقه برافروخته خواهد شد. به هشدار داد خیشتنداری جمهوری اسلامی حد و اندازه‌ای دارد. مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت در سخنانی تند خطاب به کشورهای عربستان سعودی و ایالات متحده گفت اگر از رسیدن کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه ایران به سواحل یمن جلوگیری یا برای آن مزاحمتی ایجاد کنند، چه بسا آتشی به پا شود که مهار آن قطعا از دست آنها خارج خواهد شد. آقای جزایری هشدار داد خیشتنداری جمهوری اسلامی حد و اندازه‌ای دارد و در صورت ممانعت از رسیدن کشتی کمک رسانی آنها باید منتظر اقدامات دیگری باشند. سخنان این فرمانده نظامی درباره ایجاد مزاحمت برای کمک رسانی ایران اشاره است به بمباران فرودگاه صنعا توسط جنگنده های عربستان سعودی به منظور جلوگیری از فرود یک هواپیمای باری ایرانی که دو هفته پیش رخ داد. ایران به شدت به بمباران فرودگاه صنعا اعتراض کرد و کاردار عربستان در تهران را به وزارت امور خارجه فراخواند. این در حالی است که ژنرال احمد اسیری، سخنگوی ارتش عربستان، گفته بود که هواپیمای ایرانی برای فرود در فرودگاه صنعا با ائتلاف منطقه‌ای هماهنگ نکرده بود. استیو وارن از سخنگویان پنتاگون خطاب به رهبران ایران هشدار داد که اگر قصد دارند محموله‌ای تسلیحاتی را در این کشتی پنهان کنند، باید بدانند که این اقدامات راه به جایی نخواهد برد. یکی از مقامات دفاعی آمریکا بدون افشای هویتش به CNN گفته اطلاعات به دست آمده از کشتی ایرانی نشان می‌دهد که تسلیحات در آن وجود ندارد، اما با توجه به اسکورت این کشتی توسط کشتی‌های جنگی، نگرانی‌ها به قوت خود باقی است. به گفته استیو وارن، تصمیم ایران برای حفاظت کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه با کشتی‌های جنگی کاملاً غیر ضروری است. آقای جزایری حاکمان عربستان را افراد تازه‌کار خواند و گفت این کشور در حال انجام جنگی نیابتی از طرف آمریکایی‌ها و برخی قدرت‌های سلطه‌گر اروپایی و صهیونیسم بین‌الملل در یمن است. بنا به گفته مسعود قاضی میرسعید، کاپیتان کشتی اعزامی توسط ایران که کشتی نجات نامیده شده است، این کشتی هم اکنون در حال عبور از دریای عمان است و در ادامه مسیر خود وارد شمال اقیانوس هند شده و به سمت خلیج عدن و تنگه باب المندب ادامه مسیر خواهد داد. این سخنان آقای جزایری در حالی ابراز شده است که آمریکا از جمهوری اسلامی ایران خواست که کشتی ایران شاهد را به جای یمن به سمت جیبوتی هدایت کند. جیبوتی محلی است که سازمان ملل متحد مرکزی را برای توزیع کمک‌های انسانی دایر کرده است. ایران ناوگروه 34 ارتش خود متشکل از ناوشکن البرز و ناو پشتیبانی بوشهر را روز 19 فروردین برای مأموریت نبردروزه به خلیج عدن و تنگه باب المندب اعزام کرده است و به گفته مقامات نظامی ایران این ناوگروه وظیفه حفاظت از کشتی ایران شاهد را بر عهده خواهد داشت.
سخنگوی پنتاگون میگوید که مسیر صحیح برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به یمن از بندری در جیبوتی می‌گذرد و این محموله باید به دست کارکنان سازمان ملل برسد. سرهنگ استیو وارن در نهایت تأکید کرده که هر مسیری غیر از این خطاست. ناوگروه 34 نیروی دریایی ارتش ایران تنها چند روز قبل به بالگردها، هواپیماها و ناوهای آمریکا و فرانسه که قصد نزدیک شدن به ناوشکن البرز و ناو لوجستیک بوشهر را داشتند اخطار داده بود. آمریکا در هفته های اخیر ناو هواپیمابر یو اس اس تئودور روزولت و ناو موشک‌انداز یو اس اس نورماندی را به آبهای اطراف یمن فرستاده است. همزمان با این تحولات احمد اسیری سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گفته است هر کشتی که بخواهد وارد آبهای یمن شود باید از مقامات دولت یا ائتلاف اجازه بگیرد. تنش بر سر اعزام کشتی ایرانی به یمن در حالی بالا گرفته است که آتش بس موقت در یمن از دیروز آغاز شده است. منابع العربیه روز سه‌شنبه اعلام کردند آتش بس موقت در یمن بعد از ظهر سه‌شنبه به مدت 5 روز در این کشور برقرار می شود. همزمان با اجرای آتش بس، اسماعیل اولد شیخ احمد نماینده سازمان ملل در امور یمن وارد صنعا شده است. وزرای خارجه آمریکا و روسیه هفته گذشته برای بحث بر سر موضوعاتی از جمله مذاکرات هسته‌ای ایران، بحران سوریه و اوکراین در سوچی روسیه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. جان کری از روسیه خواست تا تلاش بیشتری برای ایجاد صلح در شرق اوکراین از خود نشان دهد. همزمان گزارش تحقیقی فاش کرده 220 سرباز روسیه تاکنون جان خود را در درگیری‌های شرق اوکراین از دست دادند. وزرای امور خارجه روسیه و آمریکا روز گذشته در گفتگوی خود در شهر سوچی در روسیه درباره گفتگوهای اتمی با ایران و مسئله تحویل موشک‌های S-300 به این کشور تبادل نظر کردند. هر دو طرف می‌گویند که 8 ساعت گفتگوهای آقای کری با رهبران روسیه تحولی مثبت بوده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در این دیدار نسبت به واگذاری سامانه موشکی S-300 به ایران ابراز نگرانی کرده و گفته واگذاری سیستم موشکی یاد شده به ایران می تواند اثرات منفی داشته باشد. با این حال وی تأیید کرده که واگذاری سامانه موشکی S-300 به ایران نقض قوانین بین المللی نیست. واگذاری سامانه موشکی S-300 به ایران با دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از اواخر فروردین به جریان افتاده است. مسکو سال 2007 در قبال قراردادی به ارزش 800 میلیون دلار متعهد شده بود که این سامانه دفاعی را به ایران تحویل دهد، اما به دنبال تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران مسکو نیز از اجرای این قرارداد سر باز زد. خودداری روسیه از تحویل موشک‌ها شکایت ایران از روسیه در مجامع بین‌المللی را به دنبال داشت. خبرگزاری اینترفاکس در گزارشی نوشته که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از گفتگوهایی که او و ولادیمیر پوتین با جان کری داشتند اعلام کرده که مسکو و واشنگتن از پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران رضایت دارند. آقای لاوروف گفت ما تبادل نظراتی داشتیم و رضایت خود را در رابطه با شیوه اجرای توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران اعلام کردیم. از سوی دیگر جان کری عنوان کرده که گفتگوهای صریح با رئیس جمهوری روسیه درباره ایران، سوریه و اوکراین داشته است. آقای کری در توییتر خود نوشت در رابطه با موضوعات کلیدی از جمله مذاکرات ایران، سوریه و اوکراین بحث‌های صریحی با رئیس جمهور پوتین و لاوروف وزیر خارجه روسیه داشتم. اهمیت دارد که خطوط تماس میان ایالات متحده و روسیه برقرار بماند تا بتوانیم مسائل فوری جهانی را حل کنیم. خبرگزاری انترفاکس همچنین بر اساس گزارش وزارت امور خارجه روسیه نوشته که سرگئی لاوروف در گفتگو با همتای آمریکایی خود تأکید کرده که تلاش‌ها برای فشار بر روسیه از طریق تحریم‌ها را به جایی نمی‌برد. آقای لاوروف گفته است همکاری تنها بر اساس انصاف و حقوق برابر امکان پذیر است، نه آنکه یک طرف بخواهد چیزی را دیکته کند و زور به کار ببرد.
آقای کری بلند پایه‌ترین مقام آمریکایی است که از زمان آغاز بحران اوکراین به روسیه می رود. روابط دو کشور از آن زمان به شدت تنزل کرده است. غرب از روسیه به خاطر انضمام شبه جزیره کریمه به خاک خود انتقاد می کند و این کشور را به مسلح کردن شورشیان در شرق اوکراین متهم می کند و همین امر باعث شده آمریکا و متحدان اروپایی آن تحریم هایی را علیه مسکو وضع کنند. روسیه مسلح کردن شورشیان یا اعزام نیرو به اوکراین را تکذیب می کند. با این حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانس مشترک خبری سه‌شنبه شب با جان کری اشتراک نظر داشت که آتش بس اوکراین هنوز در مواردی نقض می شود. بیش از 6000 نفر در نبردهایی که از آوریل 2014 میان ارتش اوکراین و شورشیان مورد حمایت مسکو در نواحی شرقی دونتسک و لوهانسک شروع شده کشته شدند. آقای کری گفت اهمیت حیاتی دارد که آتش بس به دست آمده در مینسک در ماه فوریه به طور کامل در شرق اوکراین اجرا شود. او گفت تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه در صورت رعایت آتش بس می تواند کاهش یابد. این در حالی است که سرگئی لاوروف در بیانیه‌ای که توسط وزارت خارجه روسیه منتشر شد گفت تلاش ها برای فشار بر روسیه از طریق تحریم به بن‌بست می رسد. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره سفر جان کری به روسیه گفته است هدف از این سفر ادامه تلاش برای برقراری ارتباط مستقیم با مقام های ارشد روسیه و حصول اطمینان برای ارسال شفاف دیدگاه آمریکاست. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است پروتکل الحاقی باید به بازرسان اجازه دسترسی کامل به تأسیسات هسته‌ای ایران را بدهد. یوکی آمانو تأکید کرده ایران در بیانیه مشترک لوزان با اجرای پروتکل الحاقی موافقت کرده است. دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 که از روز سه‌شنبه در وین آغاز شده بود، امروز چهارشنبه نیز ادامه یافت. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزارت امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه برای ادامه مذاکرات در چارچوب نگارش متن توافق جامع هسته‌ای به وین رفتند. این دور از مذاکرات معاونان وزیر خارجه ایران و معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و نماینده 5 به علاوه 1 تا روز جمعه ادامه دارد و به گفته سید عباس عراقچی قرار است معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا روز پنجشنبه ملاقات دو جانبه‌ای با یکدیگر داشته باشند و یک قرار ملاقات‌های جداگانه‌ای نیز با هیئت چینی، روسی و اروپایی تنظیم شده است. قرار است در پایان این دور از مذاکرات در وین نشستی عمومی با حضور معاونان وزیران خارجه 5 به علاوه 1 و ایران برای جمع‌بندی مذاکرات و نتایج به دست آمده برگزار شود. آقای عراقچی درباره این دور از مذاکرات گفت ما اکنون متنی داریم که بخش نسبتاً قابل توجهی از آن درباره حتی همه عباراتش توافق شده، ولی یک بخش از آن هنوز مورد اختلاف نظر است. این عضو تیم مذاکره کننده اتمی ایران ابراز امیدواری کرد که طرفین بتوانند زودتر از 10 تیر ماه به جمع‌بندی نهایی برسند. آقای عراقچی در این حال گفت عوامل مختلفی در داخل اتاق مذاکرات و خارج از آن است که میتواند مانع شود. ما با همه این عوامل همزمان در حال مقابله هستیم و مذاکرات را پیگیری میکنیم. در همین حال یوکی آمانو دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است اگر توافق جامع اتمی میان ایران و قدرت‌ها امضا شود، راه بازدید بازرسان این سازمان از بعضی تأسیسات نظامی ایران هموار خواهد شد. این در حالی است که مقام‌های ایرانی از جمله رهبر این کشور علیه هر گونه حق دسترسی به این گونه مراکز بر اساس توافق جامع اتمی هشدار دادند. آقای آمانو روز سه‌شنبه در مصاحبه با آسوشیتد پرس گفت ایران بر اساس بیانیه مشترک لوزان به طور مشخص با اجرای پروتکل الحاقی موافقت کرده است. اجرای پروتکل الحاقی امکان دسترسی خیلی بیشتری به تأسیسات ایران در مقایسه با آنچه بازرسان آژانس اکنون دارد با آنها خواهد داد. آقای آمانو گفته است این سازمان هرگاه که ناهمخوانی یا مسئله غیر عادی در فعالیت‌های ایران به چشم می‌آید، خواهد توانست خواستار دسترسی، رفع ابهام یا بازرسی فوری شود.
همزمان در مجلس ایران تندروها طرح تازه‌ای را علیه مذاکرات اتمی مطرح کردند. 80 نماینده روز سه‌شنبه طرحی را برای کنار گذاشتن آمریکا از مذاکره با گروه 5 علاوه 1 ارائه کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح، تیم مذاکره کننده اتمی ایران موظف خواهد شد هر گونه ارتباط و مذاکره با آمریکایی‌ها درباره برنامه اتمی ایران را تا زمانی که دولت آمریکا تهدید خود را رسما و علنا کنار نگذاشته قطع کرده و مذاکره را با بقیه اعضای گروه 5 علاوه 1 بدون حضور آمریکایی‌ها ادامه دهد. جواد کریمی قدوسی، اسماعیل کوثری، روح الله حسینیان، حمید رسایی، علی اصغر زارعی، مرتضی آقا تهرانی و سید مسعود میرکاظمی از جمله نمایندگان امضا کننده این طرح هستند. تقدیم این طرح با سه فوریت به هیئت رئیسه مجلس در حالی است که برخی از نمایندگانی که نامشان به عنوان امضا کننده آن ذکر شده اعلام کردند که جواد کریمی قدوسی با جملاتی متفاوت از متن تقدیم شده به هیئت رئیسه و همچنین با قید دو فوریت از آنان امضا گرفته است. از جمله محسن بگلری نماینده سقز و بنه در مجلس گفت زمانی که کریمی قدوسی برای گرفتن امضا پیش ما آمد گفت می‌خواهیم نامه‌ای به رئیس جمهوری بنویسیم تا شأن خود را در مذاکرات هسته‌ای حفظ کنیم. و گفت اکثر نمایندگان امضای خود پای این طرح را تکذیب می‌کنند و نسبت به آن معترض هستند. در همین حال محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز گفت تعدادی از نمایندگان امروز به هیئت رئیسه مراجعه کرده و تذکر کتبی خود را نسبت به این اقدام نماینده مردم مشهد اعلام کردند و نسبت به آن شکایت داشتند. پیشتر بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته بود به نظر هیئت رئیسه مجلس فعلا نیازی به طرح‌های جدید درباره مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 علاوه 1 نیست. پیشتر نیز باقر حسینی نماینده مجلس از مخالفت شدید علی لاریجانی رئیس مجلس ایران با طرح سفوریتی موسوم به توقف مذاکرات اتمی خبر داده بود. هفته گذشته سنای آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای با رأی مثبت هر 90 عضو این مجلس از مقامات ایرانی خواست که 3 شهروند آمریکایی زندانی در این کشور را بلافاصله آزاد کرده و برای یافتن فرد 4 رابرت لوینسون هم همکاری کند. همزمان یک مأمور پیشین سازمان سیا به اتهام افشای اطلاعات محرمانه در مورد ایران به خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز به 3.5 سال زندان محکوم شد. مجلس سنای آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای از مقام‌های ایرانی خواست 3 شهروند زندانیان کشور را آزاد کرده و برای یافتن نفر 4 همکاری کنند. در قطعنامه سنا از ایران خواسته شده امیر حکمتی، جیسون رضاییان و سعید آبدینی را آزاد کند و کمک کند تا دولت آمریکا رابرت لوینسون مأمور پیشین FBI را که در ایران ناپدید شده بیابد. به گزارش اسوسییتد پرس، جیمز ریش، سناتور جمهوری‌خواه گفته است این افراد باید پیش از آن که آمریکا مذاکرات اتمی با ایران را آغاز کند، آزاد شوند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود از صدور کیفرخواست علیه جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست خبر داد و گفت 4 مورد اتهام در پرونده آقای رضاییان وجود دارد. امیر حکمتی که برای دیدار با مادر بزرگش به ایران رفته بود بازداشت و به اتهام‌های جاسوسی و آنچه همکاری با کشورهای متخاصم عنوان شد محکوم و در حال حاضر دوران 10 سالی محکومیت خود را در زندان سپری می کند. سعید آبدینی نیز که بیش از 2 سال است در زندان به سر می برد با اتهام تضعیف نظام محکومیتی 8 ساله دارد. در تحولی دیگر یک دادگاه فدرال در آمریکا روز گذشته جفری استرلینگ مأمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را به اتهام درز اطلاعاتی در مورد برنامه مخفیانه علیه فعالیت‌های اتمی ایران به 3.5 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جفری استرلینگ اوفالن با درخواست 20 سال زندان تحت قوانین فدرال ایالات متحده علیه جاسوسی روبرو بود. هیئت منصفه دادگاه آقای استرلینگ را در مورد اتهام‌های وارد مجرم شناخته است. این مأمور پیشین CIA در بهمن ماه گذشته به درز اطلاعات به یک خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز محکوم شده بود.
خبر بازداشت آقای استرلینگ که در دهه 90 میلادی به مدت 9 سال برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا کار می‌کرد در دیماه سال 1389 منتشر شده بود. جفری استرلینگ متهم شد که اسراری مربوط به یک برنامه محرمانه CIA برای ارائه نقشه های عمدن ناقص به مقام های ایرانی را فاش کرده است. بنابر اتهام ها این اسناد در اختیار جیمز رایزن خبرنگار سرشناس روزنامه نیویورک تایمز قرار گرفته بود، کسی که در کتاب وضعیت جنگی خود به آن اشاره و در این حال از این برنامه که به عقیدهش براحتی قابل شناسایی بود انتقاد کرده بود. اما چهارمین روز برگزاری نمایشگاه کتاب تهران با حکم تعطیلی یک روزه 29 غرفه و محرومیت آنها از حضور در نمایشگاه بعدی همراه بود. دو کتاب دیگر هم به آثار جمع‌آوری شده افزوده شدند. بحث مواجهه با کتاب‌های زیرزمینی نیز بالا گرفته است. چهارمین روز برگزاری نمایشگاه کتاب تهران با حکم تعطیلی یک روزه 29 غرفه و محرومیت آنها از حضور در نمایشگاه بعدی همراه بود. دو کتاب دیگر هم به آثار جمع‌آوری شده افزوده شدند. اینها همه در حالی است که بحث مواجهه با کتاب‌های زیرمیزی نیز بالا گرفته است. در همین حال رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی از بازدید علی خامنه ای از نمایشگاه کتاب در روزهای آینده خبر داده است. صبح امروز محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبری به همراه علی اکبر ولایتی مشاور رهبری در امور بین الملل و غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس از نمایشگاه کتاب بازدید کردند. همزمان خبرگزاری ها صبح امروز از تعطیلی غرفه یک انتشارات در نمایشگاه کتاب تهران و جلوگیری از عرضه دو کتاب دیگر خبر دادند. غرفه انتشارات صبح فردا عرضه کننده آثار آیت الله محمد رضا نکونام در نمایشگاه کتاب تهران تعطیل شد. به گزارش ایسنا پرونده مدیر این انتشارات در دادگاه ویژه روحانیت در این اتفاق دخیل بوده است. همچنین از غرفه‌داران انتشارات فصل پنجم خواسته شده است دو مجموعه شعر از جمله به احترام 35 سال گریه نکردن سروده حامد ابراهیم پور را در نمایشگاه عرضه نکنند. مرجعی که از ناشر این آثار خواسته است تا این کتاب‌ها را عرضه نکند، ارگان یا سازمانی خارج از حوزه مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. وبسایت کلمه گزارش داده است کتاب علل سقوط دولت‌ها نیز جمع‌آوری شده است که سال گذشته به وسیله دکتر محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور از زندانیان سیاسی ترجمه و با مجوز رسمی وزارت ارشاد اسلامی منتشر شد و مورد استقبال گسترده علاقمندان قرار گرفت. این کتاب روز شنبه و پس از گذشت چند روز از آغاز به کار نمایشگاه کتاب تهران با مداخله پلیس امنیت جمع‌آوری شده است. همزمان یغما گلرویی شاعر و نویسنده در نامه به حسن روحانی رئیس جمهوری از جمع‌آوری کتابش در نمایشگاه کتاب تهران انتقاد کرده است. موضوع جلوگیری از عرضه برخی کتاب‌ها توسط نهادهای غیر از برگزار کنندگان نمایشگاه تاکنون حداقل دو بار در نمایشگاه کتاب رخ داده و رسانه‌ای شده است، اما مسئولان نمایشگاه ضمن تایید موضوع در این باره به صراحت پاسخگو نیستند. این در حالی است که این کتاب‌ها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار و عرضه دارند. پیش از این همایون امیرزاده رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران در نمایشگاه کتاب از جمع‌آوری دست کم 8 عنوان کتاب در دو روز نخست برگزاری نمایشگاه خبر داده بود. همچنین غرفه انتشارات حیان با مدیریت مهدی خزدلی نیز در دومین روز برگزاری نمایشگاه تعطیل شد. آقای امیرزاده گفته است در روز نخست 26 اثر مورد توجه بازرسان ما قرار گرفت که پس از انجام بررسی‌های لازم تعداد دو عنوان کتاب هر دو در حوزه روانشناسی جمع‌آوری شد و بررسی 14 عنوان دیگر همچنان ادامه دارد. پیشتر نیز خبر جمع‌آوری مجموعه شعر منتخبی از شعرهای شاد به همراه چند عکس یادگاری سروده فاطمه اختصاری به دلیل استفاده از اشعار این شاعر از سوی شاهین نجفی و درآمدی انتقادی درباره خمینی نوشته آرشین ادیب مقدم و چاپ انتشارات کمبریج از بخش بین الملل جمع‌آوری شده بود. خبرگزاری مهر گزارش داده است که روز جمعه کتاب‌های من و سیمین و مصطفی نوشته شیبو ارسطویی
و ملت‌ها چگونه شکست می‌خورند نوشته دارون عجم‌اغلو و جیمز رابینسون و با ترجمه محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور با حضور نماینده پلیس امنیت کشور، حراست وزارت ارشاد و مدیریت اجرایی شبستان صورت جلسه و از نمایشگاه خارج شد. این در حالی است که بسیاری از کتاب‌های جمع‌آوری شده با مجوز ارشاد منتشر شدند و کارشناسان سال‌هاست از ناتوانی وزارت ارشاد در حمایت از آثاری که به آنها مجوز داده و در نمایشگاه کتاب از سوی کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران جمع‌آوری می‌شود انتقاد کردند. نمایشگاه بین‌المللی کتاب تا روز 26 اردیبهشت ماه برپا خواهد بود. در پی انتشار اخباری در شبکه‌های مجازی در هفته پیش مبنی بر خودکشی دختری به نام فریناز خسروی در هتل تارای مهاباد، اعتراض گروهی از مردم به آتش کشیده شدن هتل منجر شد. در پی این حادثه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از اعزام یک گروه بازرسی به مهاباد خبر داد. همزمان سازمان عفو بین‌الملل از نیروهای انتظامی خواسته که از برخورد خشونت‌آمیز با معترضان خودداری کنند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از اعزام یک گروه بازرسی به مهاباد خبر داده است. آقای رحمانی فضلی گفت گروه بازرسی در محل حاضر شده و از ابتدا موضوع را ارزیابی خواهد کرد. در پی انتشار اخباری در شبکه‌های مجازی در هفته پیش مبنی بر خودکشی دختری به نام فریناز خسروی در هتل تارای مهاباد، اعتراض گروهی از مردم به آتش کشیدن هتل منجر شد. در درگیری معترضین با نیروی انتظامی در روز پنجشنبه 2 نفر کشته شدند. سایت‌های خبری در مناطق کردنشین ایران می‌گویند با وجود توضیحات مقام‌های قضایی و سیاسی، شهرهای کردنشین طی 2 روز گذشته همچنان با فضای امنیتی روبرو بوده است. آقای رحمانی فضلی درباره حادثه مهاباد گفته است این موضوع از جهات مختلف قابل بررسی است. اصل موضوع مسئله شخصی بوده و به نوع رابطه متوفا با فردی که خواستگارش بوده باز می گردد. در آن روز متوفا در شرایطی قرار می گیرد که به خاطر ترس از پنجره هتل به بیرون می رود و به دلیل عدم کنترل سقوط می کند. وزیر کشور گفته است متاسفانه با توجه به اقداماتی که در فضای رسانه‌ای از سوی معاندین و ضد انقلاب صورت گرفت، این موضوع اجتماعی را به موضوع سیاسی و امنیتی تبدیل کردند و با دروغ پردازی عنوان کردند که متهم عنصر امنیتی بوده و قصد تعارض به متوفا را داشته و وی برای نجات خود از پنجره خارج شده است. آقای رحمانی فضلی گفته است متهم در اختیار نیروی قضایی است و هیچ رابطه استخدامی با دولت ندارد و عنصر امنیتی نیست. وی کارشناسی بوده که برای ارزیابی خدمات رفاهی هتل به آنجا می رفته است. وزیر کشور گفته است رسانه‌های معاند با تهییج افکار عمومی مسئله اجتماعی را به گونه‌ای جلوه دادند که عده‌ای از جوانان تحریک شده و به هتل تعرض کردند و آن را آتش زدند. ما برای آرام کردن فضا از مردم، معتمدین محلی، روحانیون، ائمه جمعه و فرماندار شهر که از بومیان محل است، استفاده کردیم. نیروی انتظامی در محل تقویت شد و بسیار خیشتنداری نشان داد و با وجود اینکه 21 نفر از آنها به خاطر سنگ‌پرانی مردم زخمی شدند، هیچ اقدامی نکرده و مردم را به آرامش دعوت کردند. وزیر کشور گفته است در آن شرایط سپاه نیز اعلام آمادگی کرده بود که اگر معاندان قصد انجام کاری را داشتند وارد عمل شوند که به لطف خدا نیازی به این کار نبود. از این رو به مردم توصیه می‌کنیم که در مسائل این چنینی تمام زوایای کار را به نهادهای حاکمیتی و قانونی واگذار کنند. سخنان آقای رحمانی فضلی در حالی ابراز شده است که سایت‌های خبری در مناطق کردنشین ایران می‌گویند با وجود توضیحات مقام‌های قضایی و سیاسی، شهرهای کردنشین طی 2 روز گذشته همچنان با فضای امنیتی روبرو بوده است. در همین حال روز یک شنبه ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور از بازداشت چند نفر در ارتباط با حوادث مهاباد خبر داده است. آقای رئیسی گفت
حتما بنا داریم با مسببان حادثه برخورد کنیم. اکنون افرادی در این رابطه بازداشت شدند و حتما نتیجه پرونده توسط سخنگوی قوه قضاییه به اطلاع عموم خواهد رسید. دادستان کل کشور گفت ماهواره‌ها و شبکه‌های فضای مجازی به تحریک احساسات مردم پرداختند و با مطالب دروغ این حادثه را به یک بحران تبدیل کردند. رئیسی گفت دشمنان حوادثی را که در هر شهر و ساختمانی ممکن است اتفاق بیفتد را به یک مسئله اساسی تبدیل می کنند که البته این موضوع به معنای برخورد نکردن قوه قضاییه با مسببان حادثه نیست، زیرا همکنون متهمان این قضیه شناسایی شدند. محمد علی سپانلو، شاعر، منتقد ادبی و مترجم ایرانی، روز 21 اردیبهشت سال 94 در سن 75 سالگی در بیمارستان سجاد تهران در اثر بیماری ریوی و تنفسی درگذشت. وی در بیش از 5 دهه فعالیت هنری خود در عرصه شعر و ترجمه بیش از 60 اثر از خود به جای گذاشت. آقای سپانلو بارها برای آفرینش آثار هنریش مورد تحسین واقع شد و جوایزی نیز از جمله نشان شوالیه نخل آکادمیک از وزارت فرهنگ فرانسه دریافت کرد. محمد علی سپانلو، شاعر و منتقد ادبی برجسته ایرانی، دوشنبه شب در بیمارستانی در تهران درگذشت. آقای سپانلو که چند سالی از سرطان ریه رنج می برد، هفته گذشته در پی ناراحتی ریوی و تنفسی در بخش ICU بیمارستانی در تهران بستری شده بود. مهدی اخوت، دوست و همخانه آقای سپانلو، درباره درگذشت این شاعر به خبرگزاری ایسنا گفته است ساعت از 11 شب گذشته بود که از بیمارستان زنگ زدند سپان دچار ایست قلبی شده است. محمد علی سپانلو با انتشار مجموعه شعرهای آه بیابان، خاک، رگبارها و پیاده روها از سال 1342 تا 1347 به یکی از چهره‌های شاخص شعر معاصر فارسی بدل شد. محمد علی سپانلو در دهه 40 از بنیانگذاران کانون نویسندگان بود و آثاری ماندگار در زمینه تاریخ و تحلیل داستان نویسی معاصر ایران خلق و آثار نویسندگان و شاعرانی چون ژان پل سارتر، آلبر کامو، گراهام گرین و گیوم آپولینر را به فارسی ترجمه کرد. اسدالله امرایی، مترجم و از دوستان نزدیک سپانلو، در خصوص زمان تشییع و تدفین پیکر وی گفت در حال حاضر مشغول برنامه ریزی هستیم و زمان دقیق مراسم تشییع پس از مشورت با خانواده وی به زودی اطلاع رسانی خواهد شد. محمود دولت آبادی و گروهی دیگر از نویسندگان و چهره‌های سرشناس فرهنگی طی ساعت‌های گذشته درگذشت آقای سپانلو را تسلیت گفتند. محمد علی سپانلو در سال 1319 در تهران متولد شد. او در سال 1342 با انتشار آه بیابان، نخستین مجموعه شعرش، خود را به نام شاعری مطرح به جامعه ادبی ایران شناساند. او به تدریج در طی نیم قرن بیش از 60 عنوان کتاب شعر و نقد و پژوهش ادبی منتشر کرده است. علاوه بر سه منظومه‌ای که آقای سپانلو درباره شهر تهران سروده، مجموعه اشعاری از جمله خاک، رگبارها، پیاده روها، سندباد غایب، هجوم، نبض وطنم را می‌گیرم، ساعت امید، خیابانها، بیابانها، فیروزه در قبار، پاییز در بزرگ را، ژالیزیانا و تبعید در وطن از سروده‌های او منتشر شده است. اشعار محمد علی سپانلو در وزن نیمایی سروده شدند. وزن اما در شعر او علنی نیست و به راحتی به چشم نمی آید. در باری از اشعاری که پس از انقلاب سروده، وزن را به شکل پنهانتری به کار گرفته است. روایتگری در شعر و بهره‌گیری از عناصر نمایشی از دیگر ویژگی‌های اشعار سپانلو است. منظومه افسانه شاعر گمنام در سال 1391 آخرین مجموعه از اشعار سپانلو است که در ایران منتشر شده. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 30 صفحه از اشعار این کتاب را حذف کرد و سپس با آن مجوز انتشار داد. محمد علی سپانلو گفته بود برای انتشار کتاب ناچار به حذف بخش‌های مورد نظر شدم تا اگر بعدها تمامی بخش‌های کتاب منتشر شد، خوانندگان متوجه فشارها و سختگیری‌های این دوره بشوند. آقای سپانلو از نخستین اعضای کانون نویسندگان ایران بود. او از سال‌های دهه 40 تا هنگامی که درگذشت، حضور پیوسته اما آرامی در عرصه تلاش برای دستیابی به آزادی بیان و تحقق اساسنامه کانون نویسندگان ایران داشت.
داشت. سپانلو خاطراتش از نخستین فصل کانون نویسندگان ایران را در شماره 4 نشریه کلک منتشر کرده است. برنامه این هفته همینجا به پایان میرسد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. آدرس وبسایت و صفحه فیسبوک ما رو روی صفحه میتونید ببینید. با این آدرس با ما در تماس باشید و نظرات، پیشنهادات و نقدهای خود را برای ما بنویسید. شب و روز شما خوش.